درس 22 هست تحت عنوان صفات و وظایف ملک الموت. ملک الموت یعنی فرشته مرگ. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان ملک الموت یاد شده، اما در بعضی روایات و اسرائیلیات به عنوان اسرائیل هم ملک الموت معرفی شده. ملک الموت فرشته ای هست که تعداد زیادی از فرشته های سفید چهره و تعداد زیادی از فرشته های سیاه چهره زیر امر ملک الموت وظیفه دارن و کار میکنن. زمانی که مرگ شخص فرا برسه، ملک الموت میایه و در بالای سرش میشینه و پیرامون ملک الموت فرشته های سفید چهره احاطه میکنن. اگر شخص نیکو باشه، این فرشته های سفید چهره ملک الموت استقبال میکنن. زمانی که ملک الموت میه بالای نفر میشینه و بر روح میگه بیروشو و سوی مغفرت و رضوان الله سبحانه و تعالی. اگر روح صالح و روح نیکو باشه، این بسیار آسان از وجود بیرون میشه. مثل که از یک کوزه آب بچکه، به مو اندازه آسان و ساده روح بیرون میبره. و مجرد که روح بیرون برآمد، بلا فاصله همی فرشته های صفحه چهره ای را با تکه‌ای که از عالم بالا هسته، از جنت هسته و خوشبویی بسیار زیاد داره، ای را میگیرن و به طرف آسمان میبرن. زمانی که به طرف آسمان برده میشه، در آسمان اول که میرسه پرسان میکنن فرشته ها ای کی هست؟ به نام خودش که در زمین مشهور هسته و به نام پدرش یاد میشه و دروازه آسمان باز میشه و فرشته ها بر ازی درود میفرستن و هر دربان آسمان تمنا میکنه که از اوی دروازه ای روح به طرف آسمان بعدی صعود بکنه. و به می ترتیب تا آسمان هفتم فرشته ها ای را استقبال میکنن و در آسمان هفتم در جای به نام الیون اعمال نامی از این شخص نوشته میشه و دوباره روحش فرشته ها استقبال کرده به طرف زمین میان و در زمین با جسم ای روح یک جا میشه. ای انسان نیکو و انسان صالح است که روحش بسیار خوشبویی خوب می داشته باشه. اما برعکس، اگر انسان بد باشه، زمانی که ملک الموت می آید، پیرامونش فرشته های سیاه چهره می گرفته باشه و اینا می آیند با ملک الموت و ملک الموت سر کسی که در حالت نزع صدا می کنه بر روحش که روح بیرو برای و این روح وحشت میکنه و خدا در وجود میزنه و به زودی از وجود بیرون نبره. بالاخره ملک الموت روح کش میکنه از وجود، مثل که یک خار در داخل پنبه کشه. به می اندازه این بالای نفر فشار وارد میشه و این روح از وجود توسط فشار فرشته بیرون میبره و می فرشته های سیاه چهره ای را با تکه ای از جهنم که از موه ساخته شده ای را میگیرن و به طرف آسمان بالا میبرن و یک بوی بسیار بد و زشت از این روح انسان فجور و گناهگار به مشام فرشته ها میرسه و بر ازی لعنت میکنن و پرسان میکنن که کی هست. نام خودش و نام پدرش گرفته میشه. زمانی که در آسمان اول میرسه، در بازبان به خاطر بوهی که داره این روح و روح فاسد و روح گناهگار هسته، دروازه باز نمیشه، از آسمان ای روح به طرف زمین پرتاب میشه و در جسم میایه و نامش در یک جایی به نام سجین نوشته میشه. الیون و سجین دو جایی هست که در قرآن عظیمشان در سوره متففین ای اردوش یاد شده. دوستان میتونین در او سوره مراجعه بکنین و تفسیر سوره را ببینین و راجع به الیون و سجین بیشتر معلومات حاصل بکنین.
و این مطالبی که گفته شد اینا در حقیقت بر مبنای حدیثی هست که این حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام احمد و ابو داود این حدیث ثبت میکنن. حدیث طولانی هست، اما خلاصه حدیث و مفهوم کلی حدیث بیان کردم و همچنان بر مبنای آیات قرآن عظیم شان این مطلب ثابت هست که در سوره انعام در آیت 61 ترجمهش میخوانم. الله سبحانه و تعالی میفرماید خداوند بر بندگان خود کاملا چیره هست، او مراقبان بر شما میگمارد و چون مرگ یکی از شما فرا رسید فرستادگان ما جان او را میگیرند و کوتاهی نمیکنند. بنابراین در اینجا معلوم میشه که فرشته ها در حقیقت اینا تعداد فرشته ها زیر امر ملک الموت کار میکنن و روح انسان ها را میگیرن. و یک سوال مطرح میشه که همزمان اگر چندین صد نفر یا چندین هزار نفر وفات بکنه این چه قسم میشه؟ این سوال در حقیقت و خاطر ازی پیدا میشه که ما زندگی فرشته ها را با زندگی خود و جهان خود مقایسه میکنیم. در حالی که فرشته ها در غیب هستند، جسم فرشته ها و خلقت فرشته ها با خلقت ما و با جسم ما و با زمان ما و با شرایط ما و با محیط ما کاملا متفاوت هست. از او خاطر ما نمیتونیم ایره درک بکنیم. همچنان در کتاب البدایه و النهایه از ابن عباس رضی الله عنه و مجاهد روایت شده که زمین در جلو روی ملک الموت همانند یک ظرف می باشد و هر طور که بخواهد از آن بر می دارد. هرگاه تو یک چیز باشه بدون شک که این مسئله بسیار آسان میشه درکش بر ما. اما نقطه که مهم هست برای هر مسلمان فقط ما باید قبول بکنیم یکی از آیه قرآن عظیمشان همه مسائل دیگه بر ما آسان میشه. ان الله علی کل شیء قدیر و تحقیق الله سبحانه و تعالی بر هر کار توانا هست. به هر ترتیب درسای بحث چی هست؟ اول اعمال نیک و ایمان بالای روح اثر مثبت داره و روح خوشبو می سازه و برعکس اعمال بد و الحاد بالای روح اثر منفی داره و روح بدبو می سازه. درس دوم روح پاک از فرشته ها نمی ترسه و آسان بیرو می شه. سوم روح پاک فرشته ها دوست دارن و تمنا می کنن که از دروازه که اونا مسئول هستن ای رو عبور بکنه و به آسمان بعدی صعود بکنه. یک افتخار هست برای کسی که روحش پاک می باشه. درس چهارم روح پاک تا هفت آسمان توسط فرشته ها همراهی میشه و این یکی از نشانه های بهشتی بودن شخص است. روح پاک درس پنجم که در ایلیون وقتی که نوشته میشه این نشانه دوم از بهشتی بودن شخص است که انشاءالله خداوند متعال همچو اشخاص داخل بهشت میسازه. این درس های مختصری ای بحث بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.